صدای کانون برنامه ای از کانون فیلمسازان مستقل ایران درود بر شما من نسیم محسومی با یکی دیگه از برنامه های صدای کانون در خدمتتون هستم و امیدوارم تا در این برنامه مطالب رو که تقدیمتون میکنیم مورد استفاده قرار بگیره و تا انتهای برنامه شنونده ما باشیم در برنامه گذشته صدای کانون امیر پوریا به معرفی و نقد تعدادی از فیلم هایی پرداخت که از طریق قرفه کانون فیلمسازان مستقل در جشنواره برلین معرفی شد و به نمایش در اومد. در این قسمت دوباره به سراغ امیر پوریا میریم تا برامون از باقی فیلم ها بگه. چو توی ناو دایو شاچر پاجا کاری توی ناو دا یکین جا رستگی یکی ملک مردمی آ چوک هم هنی مزنی نا سیریگی یعنی چوک و مزن بی سیریگ بی آی جا معطبت لوگ نی در سینمای اکران نگاه به قومیت ها و اقلیمای های گونگون و رنگارنگی که در ایران وجود داره بیشتر اوقات با غلط های بنیادین همراه بوده غلط در نوع ثبت زیست اونا که معمولا از دریچه توریستی اتفاق میفته یا تماشاگر شهری و به ترس از اگزوتیسم فضای زندگیشون وامی داره یا در بهترین و مثلا شفقت حالت نوعی ترحم نسبت به وضعیتشون برمیانگیزه یا غلط در پرداخت زبان و گویش مردمان هر دیار که همیشه برای خوشایند تماشاگر پایتخت نشین طرح اجرا میشه خیلی اوقات هم یه جور فارسی حرف زدن اجباری با لحجه دور از شکل واقعی جای زبان یا گویش اصلی یه اقلیم رو میگیره اگه بخوایم کل تاریخ سینما ایران رو به دنبال فیلم هایی که تصویر درستی از اقلیم ها و صدای درستی از بیانشون ثبت کردن جستجو کنیم به چند فیلم معدود میرسیم مثل باشو غریبه کوچک اثر بهرام بیزایی نمونه هایی از کیومرس پور احمد مثل مجموعه های تلویزیونی آیندگان و قصه های مجید و فیلم گاویار و البته هر فیلمی که عباس کیارستمی در ولایات مختلفی مثل گیلان و کردستان ساخت. فیلم بیگاه ساخته پویا اشتهاردی در زمینه تصویر بسیار ویژه و کم نظیری از فراز و فرودهای زندگی قوم بلوچ فیلم منحصر به فردیه و تلاش میکنه با نزدیک شدن هرچه بیشتر به ضربان زندگی و مناسبات مردم این سرزمین از خطاهای رایج سینمای معمول ایران در زمینه فیلمهای قوم شناختی و اقلیمی دور بمونه از جهت نیفتادن به دام کلیشه ها البته موفق میشه اما تصویرسازی و فیلمبرداری حیرت انگیزش گاهی به جای امتیاز به آرزه فیلم تبدیل میشه به این صورت که خیلی از موقعیت هایی که میخواد برای تماشاگر خفقان آور و کابوسوار جلوه کنه تصاویر زیبا و خیال انگیزی در اونها خلق میکنه و به خصوص در مورد آین ها با پرداختی شبیه موزیک ویدیوها از اونها کلیپ میسازه در حالی که مثلا چند جا عروسی نامطلوبه شخصیت های سمپاتیک و قهرمان های فیلم محور اونا این قرار گرفته و نباید زیبا تصویرش میکرد. اما از اون طرف روند روایت فیلم و به خصوص بخش مربوط به سربازی شخصیت هامین و نقطه برش این قسمت ها و وصل شدنشون به خاطرات کودکی او و ربطش به رفتارهای کنونیش بسیار دقیق و موثر از کار در اومده. برای من اتفاق جالبی بود که به جای شتاب داشتم برای بخش ملودراماتیک و در دل خانواده درست برعکس تصوری که شاید از ابتدای ساخت فیلم در مورد کاهش جذابیت بخش مربوط به سربازی وجود داشته من برای اون قسمت شوق بیشتری داشتم که بیشک نتیجه پردازش و ریتم درست بخش سربازی و البته ترسیم دقیق بیعدالتی ها و تحمیل های متاسفانه عادی شده در سیستم اجباری حاکم بر ایران بود. یعنی چی یعنی من هر روز با منتظر بشینم که تو که ممکنه بخوای منو طلاق بدی <تص> چرا یعنی من هم زنی اگه زندگیمو دوست نداشتم منتظر میموندم مطمئن باش ازت جدا میشدم خب پس حق طلاقو برای چی میخوای تو حق طلاقو میدی نه چرا برای اینکه خیلی مسخره است نه چون احساس بازنده بودم میکردم. یعنی چی یعنی تو همه این 25 سال احساس بازنده بودن میکردی زن و شوهری بعد از 25 سال زندگی مشترک با یک خواسته زن به چالش و جدل و مشکلات دچار میشن زن که اسمش مریمه از مرد که اسمش علیه خواهش کوچیکی داره اینکه به او حق طلاق بده همین مرد البته به تصویر مرد سنتی اهل استفاده یا سوء استفاده از قوانین مرد سالارانه ظاهرا شباهتی نداره اما چنان از درخواست زن متعجب میشه که درست مثل همون نوع مردها دیگه تا آخر فیلم دوباره به صلح و آرامش بر نمیگردن این توصیفی از فیلم کوتاه به وقت 50 سالگی ساخته اعظم نجفیان بود فیلمی که یک مفهوم بسیار آشنا و بسیار درست رو درباره قوانین حاکم بر جامعه ایرانی تحت حاکمیت ایدئولوژیک مطرح میکنه اینکه این قوانین یک طرفه و ضد زن هستند اما در انتقال این مفهوم یک اشتباه لپی به نظرم مرتکب شده وجود این قوانین و انگار موزل اصلی نمیبینه بلکه حتی در مورد کسانی که بهره برداری از این یک طرفگی در قاموسشون نمیگنجه جوری نگاه تو هم با قضاوت مطلق اختیار میکنه که انگار خود آدم ها موزل اصلی هستند. کم کم فیلم به نقطه‌ای میرسه که انگار بین آدما در نوع رویاروییشون با حقوق فردی و اجتماعی جنس مقابل هیچ تفاوتی نیست. فیلم البته خوب ساخته شده و موقعیت متمرکز خودشو که در اون تقریبا میشه گفت زمان سینمایی بر زمان واقعی منطبقه با بازی های قابل قبول دیالوگ نویسی و اجرای معقول دیالوگا و دکوپاژ به قاعده که البته گاهی با قطع ناگهانی از نماهای باز به کلوزآپ هر دو شخصیت کمی خدشهدار میشه خیلی روون ترسیم کرده ولی میشه گفت در مواجهه با جنبه کلی موضوعش یعنی کلیت قوانین جاری در ایران این دهه ها و لطمه ای که به حقوق اولیه هر زن ایرانی در هر سن و نسل و شرایطی میزنند مقداری خام دستانه عمل میکنه دو تناقض کوچیک هم در شکل پرداخت بسری و پرداخت شخصیت در فیلم به وقت 50 سالگی به نظرم اومد که عرض میکنم یکی اینکه مریم معتقد قوانین در ایران کاملا یک طرفه و تو هم با نادیده گرفتن حقوق بدیهی و اولیه انسانها و به طور مشخص زنهاست. اما از طرف دیگه در مورد برنامه پسرش برای خارج شدن از ایران نه تنها در کل مخالفه بلکه حتی وقتی علی ازش میپرسه مگه پسرشون با موندن در ایران میتونه تحصیل و پیشرفت کنه با ترکیبی از لجبازی و دلایل عاطفی مثل دلتنگی میگه بله یعنی از طرفی میدونه که ایران جای حاکمیت قوانین درست نیست در شرایط فعلی و از طرف دیگه با مهاجرت به طور مطلق مخالفه تناقض دیگه اینه که فیلم داره تلاش زن برای احقاق یا احیای حقوق از دست در جامعه ایران رو به نمایش میذاره اما در تصاویرش یکی از حقوق بدیهی زن رو نادیده میگیره یعنی در فضای خونه او رو با روسری جلوی شوهرش به تصویر میکشه باید متوجه باشیم که این فقط رعایت قوانین فیلمسازی به شکل رسمی و دارای مجوز در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نیست بلکه همچنین نشانه باور نداشتن به چیزیه که زن داره برای تغییر و تثبیت حقوق انسانیش در فیلم از اون دم میزنه مجموعه حوادثی که توی خیابون و با برخورد نیروهای امنیتی یا به تعبیر درستتر ضد امنیت مردم با مردم معترض شکل میگیره خیلی اوقات فقط با تلفیق تصاویر مستند و واقعی با تصاویر داستانی میتونه روایت موثری خلق کنه حتی وقتی امکان بازسازی اون شرایط شلوغ و پرهیاهوی سرکوب توی خیابون و کوچه هم برای فیلمساز وجود داشته باشه باز از روش های مستندوار و بازآفرینی تصاویر مستند استفاده میکنن تا بتونن به احوال لحظه لحظه اونچه که کف خیابونها جریان داشت نزدیک بشن اینو مثلا حتی توی فیلم پرسیایی لشکر و بهرهمند از امکانات گسترده مثل نبرد الجزیره ساخته مشهور جیل و پونت کوروا هم میشه دید فیلم کوتاه تجربی وقایع نگاری یک ترور که اسم سه کارگردان در ش اومده عملا بر همین تلفیق مستند و داستانی تکیه میکنه ساختارش متشکل از تصاویر خاطرات یک زوج جوانه که زندگی و عشق طبیعی و انسانی دارن. منظورم اینه که زن هجاب نداره، با هم خلوت دارن و همه پدیده های طبیعی که از نگاه تحمیلی جرم یا گناه تصور میشه. و از اون طرف تصاویر مستندی که از سیاه ترین لحظات ضرب و شتم مردم و بر سر زنان کوفتن توسط باتون به دستها و شلیک گلوله ساچمه یا حتی واقعی به طرف معترضان ثبت شده. این تصویرها البته به یه هدف روایی در فیلم به تناوب میاد و این هدف نزدیک شدن به روز روزیه که پسر جوان با از دست دادن دختر تصمیم میگیره به کنش انتقام جویانه دست بزنه روزی که فیلم در میان نویسهاش با عنوان رویارویی ازش اسم میبره اینکه حاصل این تصمیم چی میشه رو طبعا اینجا لو نمیدم اما چند نکته در این بین قابل اشاره است یکی اینکه فیلم وقایع نگاری یک ترور ساخته حسن روشن اردوان تراکمه و آرش طالبی به شکل خلاقانه مبنای ساختار بسری و تدوینیش رو بر جامپ کات قرار میده نه تنها توی تصاویر زندگی و بلاهایی که مأمورا بر سر پسر و دختر جوان میارن یا در پیوند این تصاویر با ویدیوهای تجمعات اعتراضی و سرکوب ها بلکه همچنین حتی در موسیقی متنی که برای انتقال عواطف دو عاشق یا شور و وجد زنان و دخترانی که روی سقف ماشین میرن و روسری میسوزونن هم جامکات میزنه این فقط یه بازی تدوینی نیست بلکه درست به پرش و امتداد پیدا نکردن اون حس و شور و عشق و وجد مربوط میشه که با فرود اومدن دست زور منقطع میشه نکته دیگه اینه که فیلم مقداری با کندی و تومنینه بیش از حد کار خودش پیش میبره شاید درستتره که بگیم گاهی پیش نمیبره و متوقف میمونه چه در نمایش پرسه ها و عکاسی های پسر در سطح شهر که به نظر میاد از رشت به تهران تغییر میکنه چه در نمایش آماده شدن او برای رویارویی و چه حتی در تصویرهای تجمعات اینکه فیلمی با این موضوع ملتهب و پرتعلیق هم در دقایقی از مدت کوتاهش گاهی مخاطب و به یه جور توقف و شاید کسالت دچار کنه برای اثری با این هدف ارزشمند خیلی حیفه کسی اگر ببینه اتفاقی میفته همه چیز اتفاقایی بوده که افتاده دوربین دست مردم بوده همه عکس گرفتن گروه های سیاسی بودن زنای به بودن همه بودن اصلا چیزی نه... نیستش که خب همه اینا بودن دیگه اینا رو چیکار کنیم اینا آه, آه اینا همه تو این برنامه ها بودن که من ازشون عکس گرفتم خیلی های دیگه هم عکس گرفتم اتفاقایی که افتاده اتفاقایی مملکت بوده و به هر حال باید دیده بشه توی مستند بلند دیدن و بودن که اسم انگلیسیش فیدینگ پورتریتس یا پورتره های در حال محو بوده علی شیلاندری به عنوان کارگردان به ثبت وقایع زندگی و کارنامه مریم زندی عکاس مشهور و با سابقه ایرانی میپردازه ولی یکی از مهمترین شیوه هایی که میتونه در مستندهای پورتره یا بیوگرافیک به یه امتیاز تبدیل بشه در فیلم با هوشمندی به کار رفته اینکه وقتی درباره آدم بزرگ و مشهوری فیلم میسازیم اصلا وقتی مستندمون موضوع خیلی گسترده ای داره لزومی نداره بخوایم به تمام زوایا و وجوهش سرک بکشیم اگه زندگی این فرد یا ابعاد موضوع اونقدر چند وجهیه که ناچار میشیم به هر کدوم یه ناخونک کوچیک بزنیم و درست تبیین نشده رهاش کنیم بهتر اساسا ساختار دیگری برای روایتش اختیار کنیم خط مشخصی از مجموعه آنچه در مسیر او یا در مسیر موضوع وجود داشته رو جدا کنیم بر اون متمرکز بشیم و البته دو سه خط فرعی مرتبط که ما رو از اون مسیر اصلی منحرف نمیکنن هم میتونن بعد و عمق کار رو افزایش بدن در صورتی که البته فرع به جای اصل نشینه این کاریه که فیلم دیدن یا بودن رو نه تنها نجات میده بلکه به فیلمی شایسته حضور در کاتالوگ ایفما بدل میکنه چطور خط مشخصی که مستنساز برای پردازش انتخاب کرده و مسیر زندگی و فعالیت و هنری خانم مریم زندی رو در امتداد همین مسیر پی میگیره تلاش و تعلیق اوست برای مجوز گرفتن یکی از مجموعه عکسهای قدیمیش که میخواد در قالب کتابی به نام انقلاب 57 منتشر کنه فیلم از جایی که مریم زندی دریافت یه جایزه یا نشان افتخار از دست محمود احمدی نژاد و در دوره ریاست جمهوریش نمیپذیره شروع میشه تا زمان دریافت مجوز کتاب در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی ادامه پیدا میکنه این بین البته به ممانعت وزارت کشور از عضویت از زندی در هیئت رئیسه انجمن عکاسان ایران که اصلا ایشون به عنوان رئیسش رای میاره و اصلا معلوم نیست این انتخابات سنفی چه دخلی به یه وزارت خونه داره به گوشههایی از سیر زندگی و کار او در قبل و بعد از انقلاب 57 به رابطش با همکارانش با گربش حمایت نکردن آقایان عضو سنف از او به طور مستقیم و خیلی از خاطرات دیگرش هم پرداخته میشه اما خط اصلی و میزان اهمیتی که مجموعه دیویست اکسی کتاب انقلاب 57 برای مریم زندی داره هیچ وقت فراموش نمیشه شاید اونجایی که گفتم کتاب مریم زندی سرانجام در دولت حسن روحانی مجوز میگیره این تصور پیش بیاد که فیلم در نهایت سمت نگاهی هم منظر اصلاح رو برمیگزینه ولی خوشبختانه به هیچ وجه اینطور نیست دیدن و بودن مستندی است با ثبت تمام اون امیدهای به از تبدیل شده که انبوهی از هنرمندان و مردم در جریان انتخابات سال 92 و بعدتر و بدتر در سال 96 تجربه کردند به درستی اون شور به خیابون ریختن مردمی که دستبند بنفش به دست داشتن رو نشون میده تا بعد مسیر منتهی به بنبستی که امیدهاشون باش مواجه میشه تلخ و واقعی خودش رو به رخ دوربین و مخاطب بکشه ویژگی جالبیه که فیلم هم درباره شخص مریم زندیه هم به طور همزمان او رو به نماینده ای از جامعه و زیست و ملت و هنر و فرهنگ ایران تبدیل میکنه که میبینیم چطور هر وقت در هر برش از حکومت بعد از انقلاب 57 مثل کیسه حادثه بوکس به جهتی پرتاب شدند و همواره تحمل و امید رو به زور حفظ کردند تا بالاخره این ماها از شهریور 1401 به بعد نارضایتی و خشم و نگفتن به سیستم رو فریاد زدند. Bro, ودکای روسی اسم بین المللی فیلم کوتاهی ساخته پیام حسینیه که توی تیتراژش نام فارسی فیلم رو گذاشته محل وقوع رخدادای فیلم یه روستاست و زبان فیلم کردی پدری که اعتیاد و شرایط اقتصادی و خانوادگی نابسامانی داره پسر کم سن و رو به شرکت در یک مسابقه دو بامی داره که جایزش یک میلیون تومن پول نقد به اضافه یک شیشه ودکای روسیه راستش یک مشکلی که شخصا من با این فیلم دارم اینه که خداگاهی بیش از اندازه و اقراقامیزی به شخصیت پسر بچه به اسم حکیم نسبت میده یک جا درست شبیه کنش شخصیت های بزرگ سال و کمی متفکر در آینه به خودش خیره میشه که از بچه در سن و, و انتظار نمیره این حرکت و مکس و نگاه خیره و معنادار رو داشته باشه یه جورای تحمیلی و افراطی به چشم میاد. جای دیگه ای که در آستانه مسابقه دو هر کسی رد میشه یه نکته غافلگیر کننده که تا الان روح بچه هم ازش خبر نداشته بهش میگه برای هضم این همه اطلاعات تکون دهنده باز مثل آدم بزرگار روی سر خودش آب میریزه و البته این حرکت برای پسرکی به سن او اینقدر نامعموله که بازیگر این نقش نتونسته راحت و بدون نگرانی از زیاد خیست شدن آب بریزه روی سر و صورت خودش احتیاطی که توی حرکات دستش حس میشه کل میزان سن و نیمبند جلوه میده موضوعی نیست که بگیم بچه داره بد بازی میکنه بلکه ناهمخونی این کنش که مثلا میخواد نشون بده حالش خیلی بده و ذهنش درگیره با سن و شرایطش مشکل اصلیه در کنار اینها تصویری که فیلم از مش مشروب خوردن شرط بندها و باند رؤسا و نوچه هاشون ارائه میده درست همسو با تصویر مطلوب سینمای اکران و فیلم های تولیدی سیستم رسمی و دارای مجوز در سینما ایرانه همه آدمای بد و مشکلدار و اهل سوء استفاده و دزدی و تزیه حقوق دیگران مشروب میخورند و حتی در نمایش حرکاتشون و نماهای نزدیک به هم زدن پیکا و لیوانا یا اصلا نفس این ایده وودکا روسی به عنوان جایزه مسابقه ورزشیه. نگاه قضاوتگرانه و متمایل به تخته و بدبینی جریان داره چیزی که از فیلمی مثل ودکای روسی یا دونده بابت تلاشی که صورت میده تا از فرهنگ پدر سالار و مرد سالار رو انتقاد کنه از تعویضای اجتماعی بگه و انواع ظلمهایی رو به تصویر بکشه که بر سر و زیست هر انسان ایرانی و هر ایرانی انسان نازل میشه این همسویی هر چند ناخواسته با سینمای رسمی بعید یا بهتره بگم حیفه فکرشو بکنید جایی از فیلم در شب مسابقه صدای اخباری به گوش میرسه که داره از تلویزیون یا دقیق تر بگم از یه شبکه تلویزیونی از ماهواره پخش میشه و اسم و وضعیت نوید افکاری توش به میون میاد در فیلمی که از ست همدیدگی یه ورزشکار اینطور یاد میکنه و موقعیت شخصیت اصلیش به عنوان یک قهرمان قربانی شده در سیستم فاسد رو به نوید افکاری تشبیه میکنه خیلی پذیرفتنی نیست که در یکی از اجزای روایتش همسو با سینمای مطلوب حاکمیت پیش بره یا بد نیست بگم پس بره ببخشید گفتم آروم به خاطر همسایه ها موقع. شما گفتین دوست آقای توکلی هستین درسته؟ بله ایشون شما رو معرفی کرد مهم. بعد چجوری اومدیم بالا؟ راستش ما اومدیم آیفون رو بزنیم یکی از همسایهاتون جلو در بود آها. گفت برق ساختمون رفته بعد دیگه دروازه باز کردن ما اومدیم بالا بعد نفهمیدن که زنگ واحد منو نه فکر نکنم نه یک آغوش کوچک از اون نمونه که سینمای مستقل بینیاز از مجوز رسمی خیلی بهش نیاز داره یعنی فیلمیه که بدون طول و تفصیل بیهوده با پرهیز از شاخ و برگ دادن و اطلاف وقت و بیخودی زمان اضافه کردن قصهش حول یه موقعیت متمرکز و واحد میگه به هوش تماشاگر در دریافت کردن خط قصه و همچنین جزئیاتی از دل مناسبات و شرایط اجتماعی اعتماد میکنه و میگذره و تمام. زنی که مامایی میخونده و تحصیلش با اخراج از دانشگاه نیمه کاره مونده و بدونه که اشاره کشداری بکنه و توضیح واضحات بده معلومه که به دلیل یک اعتراض یا فعالیت دانشجویی یا شاید مثلا مشکل داشتن حراست با او به اصطلاح ستاره دار شده و اخراج شده دختری که توی وضعیت بغرنجی مورد سوء استفاده پدرش قرار گرفته و توی تنها فرصتش به همدلی و رازداری یه زن تکیه میکنه مهم اینه که اینا برخلاف رسم رایج سینما ایران و به ویژه برخلاف نوع قصه گویی سینما اکران و به تعبیر من لنگ مجوز که همیشه میخواد با شیرفهم کردن تماشاچی قصه بگه اینجا خود این آدما هم مثل فیلم سریع پیش میرن زود حرفای نگفته یا در حد اشاره همدیگر میفهمند بابت همین سرعت دریافت اوناست که میشه هر سکانس فیلم رو تقریبا با یه برداشت بلند گرفت و استفاده از یه لوکیشن رو به زمینه برای ممکن شدن تولید یه فیلم کوتاه کم هزینه بدل کرد یه لحظه زیبایی است که اسم فیلم یعنی یک آغوش کوچک از دل اون میاد و همدلی و درک متقابل دوتا زن رو نشون میده همزمان تکنیک نمایشی بازی در بازی هم در تصویر جریان داره که هم تو موقعیت دراماتیک کاربرد پیدا میکنه هم به سادگی برای تماشاگر ملموس میشه زن و دختر برای اینکه پدر دختر بیرون از اتاق متوجه اصل حرفای اونا نشه و برای دختر رنج و دردسر بیشتر درست نکنه با هم به آرامی حرف میزنن اما تو صداهای بلندشون که به گوش مرد میرسه به ناچار طور دیگری جدا از حرفای اصلیشون وانمود میکنن فیلم بردار و فیلم نویس فیلم یه نفره مدیر تولید و مجریه تر فیلم یه نفر و اسم هر دوی اینا به عنوان کارگردان در مشخصات میاد امیر مهدی صادقی و علی شیخی یعنی نوع تقسیم کار برای انجام سریع فیلمسازی مستقل با بودجه و امکانات کم تو همه وجوه فکر شده و تولید و امکان پذیر کرده ضمن اینکه فیلم با تصویر موجز سندی از یه موزل وحشتناک جامعه ایدئولوژی زده ایران بعد از انقلاب 57 ارائه میده این چیزی نیست جز حق حاکمیت و مالکیت تام و تمام پدر بر زندگی یک دختر حقیقت متاسفانه قانون به او اعطا میکنه و شاهد عواقب وخیمش مثل دخترکشی با کمترین مجازات ممکن برای پدران اسیر تعصب و خرافات هم بودیم و هنوز هستیم. کاوه اینو دیشب یادم رفت بگم. خوبم قربونت. اون ویدئویی که داشتی کار میکردی آزا شو؟ چی میخوام؟ میخوام بفرستم برای سر بچه‌ها تو گروهایی که دارم. خب چی دیگه بگم اون کارش؟ همه چرا میپرسی همه؟ چرا همه تو نمیدونی چند سفره من زنگ زدم؟ اینا روزی به صد نفر زنگ میزنن تو نکنه واقعا ترسیدی ترس چی؟ کی ترس؟ ترسیدی دیگه اصلا داری؟ باشه آقا باشه باشه من میرسونم به من میرسونم آره خیلی از پدیده های مداوم جاری در زندگی هزاران زن و مرد ایران دهه های اخیر دهه های بعد از انقلاب 57 هیچ وقت در هیچ فیلم بلند و کوتاهی باستا پیدا نکرده دلیلش طبیعتا محدودیت ولی محدودیت فقط به سانسور آقا بالاسرها اونهایی که فکر میکنن جایگاه ارشاد کردن مردم و تعیین بد و خوب رو براشون اختیار کردن محدود و منحصر نمیشه بلکه همچنین خود سانسوری خود سینماگران رو هم در بر میگیره که اصلا فکر میکنن شاید نمیشه به این نوع ها فکر کرد یکی از اونها این است که هر آدم ایرانی وقتی که یک ذره زمان بی ربطی زنگ خونش رو میزنن زمان دیرهنگامی تلفنش زنگ میخوره این دغدغه رو که گاهی به پاک کردن تبلت و لپتاپ و گوشیش از عکس‌های شخصی و حتی پیام های ساده ای فکر میکنه که از دید ماموران ضد امنیتی و ضد انتظامی کشور میتونه مورد توی گیومه تلقی بشه وقتی که زنگ در خونش یا زنگ گوشیش بیگاه به صدا در میاد نگران میشه که ممکنه برای دستگیریش اومده باشن همین احوال همین استراب موقعیت مرکزی فیلم کوتاه یک روز معمولی رو میسازه که یک جوانی که به نظر میرسه در ابتدای فیلم که به هر مثل هر انسان ایرانی و هر ایرانی انسان دغدغه و دلنگرانی اعتراضات ماهای اخیر رو داره و شاید تصاویری ازشون دیده نگرانه که اگه بی دم در خونش بیان باید لپتاپش رو قایم کنه و در چنین موقعیتی تصور میکنه که اومدن که ببرنش فیلم یک تعلیق هیچکاکی داره به این معنا که ما نمیدونیم نتیجه این نگرانی مرد جوان چی میشه اما اون چیزی که مهمه این استراب حتی اگر نتیجهش با اون چیزی که در استراب زندگی هر کدوم ما که سالها بعد از انقلاب تو ایران زیستیم همسویی نداشته باشه یعنی ما اون استراب رو با نتایج دیگری تجربه کرده باشیم باز هم برامون ملموسه و خود این پدیده بسیار تلخیه که میتونه ما رو به اینجا برسونه که بگیم یک کشور یک ملت داره در شرایط ترس امنیتی زندگی میکنه ترسی شبیه کسی که فعالیت جاسوسی کرده فعالیت ضد مردمی کرده و نگران هر زنگ گوشی موبایل یا تلفن خونهاش یا زنگ در خونشه یکی از مشکلاتی که فیلمسازان غیر دولتی و مستقل در ایران باهاش دست به گریبان هستند، شرکت دادن فیلم در جشواره های خارجیه خیلی از جشواره های جمهوری اسلامی رو تحریم کردند و فیلم حکومتی یا معرفی شده از طرف حکومت رو نمیپذیرن اما یکی از سوال های پیش اومده اینه که تکلیف اونها که به صورت مستقل کار کردند و از هیچ ارگان یا نهاد دولتی کمک نگرفتن و حتی برای ساخت فیلمشون به وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز هم مراجعه نکردن چیه آیا چون در فرم جشنواره باید کشور مبدع فیلم رو جمهوری اسلامی معرفی کنند با مشکل مواجه میشن یا نه برای همین و برای روشن شدن ماجرا بهتر دیدیم که گفتگوی با آقای کاوه فرنام که خودشون تهیه کننده بنام و مستقل سینما هستن بریم و از ایشون در این مورد سوال بپرسیم در ضمن از فرصت استفاده کنیم و ازشون بخوایم در مورد آخرین کارشون که تهیه کنندگی فیلم پدرم ساخته پگاه آهنگرانی هست رو برامون توضیح بدم. آقای فرنام لطفا برامون توضیح بدین چه موانعی بر سر راه فیلمسازان مستقل داخل ایران برای شرکت کردن در جشنواره‌های خارجی وجود داره موقع ثبت نام فیلم در جشنواره‌ها این سوال همیشه پرسیده میشه که به اصطلاح فیلم متعلق به چه کشوری از کجا اومده خب به طب برای کسی که از ایران فیلمش رو ارسال میکنه انتخابی به غیر از جمهوری اسلامی ایران وجود نداره اینکه این جمهوری اسلامی ایران مانعی ای در پذیرش فیلم توسط یک جشنواره بشه یا مشکلی ایجاد بکنه من تا حالا مواجه نشدم و بعید میدونم که این مشکلی ایجاد بکنه و نشنیدم این رو البته بدون مشکل هم نخواهد بود مشکلی که پیش میاد بیشتر به خاطر تحریم های مالیه به این معنی که اگر بخواد این فستیوال ها معمولا یک وچه ناچیزی بابت ثبت نام میگیرن که این وجه ناچیز البته با شرایط ارزی در ایران وچه ناچیزی هم نیست بسیار وچه سنگینی بعضی وقتها میشه که این هم راه حلی براش هست میشه مالک فیلم تهیه کننده یا کسی که داره فیلم رو ثبت نام میکنه تماسی بگیره ایمیلی بفرسته برای اون جشنواره و شرایطی رو اینکه در ایران توضیح بده چند سالیه که جشنواره این شرایط رو میدونن و مشکل رو میشناسن معمولا پاسخ ایمیل رو میدن و یه کدی به اصطلاح ویور کد براش میفرستن که با استفاده اون ویور کد میشه فیلم رو مجانا در اون جشنواره ثبت نام یه مشکل دیگه هم که ممکنه پیش بیاد اینه که اگر جشنواره جایزه نقدی داشته باشه ما خیلی ها اصرار دارن جشنواره که این باید برگرده به همون کشوری که فیلم ازش اومده که خب شرایط تحریم این اجازه رو نمیده خیلی ها آشنا هستن میپذیرن که به یک حساب سالسی واریز بکنن و به هر حال باز مجددن از این حساب سالس واسه به دست تهیه کننده و مالک فیلم در ایران برسه مسیر یک مقدار پیچیده و مشکلی داره ممنون از پاسختون اما سوال آخرم اینه که اگه ممکنه در مورد آخرین کارتون که ساخته خانم پگاه آهنگرانی هست برامون کمی بیشتر توضیح بدین فیلم پدر من خانم پگاه آهنگرانی که ماه آینده در جشنواره ایتفا اولین نمایش بینون رو خواهد داشت خواهد داشت یک فیلم به اصطلاح می شود گفت مستند کوتاه که از نظر فرم و قالب شبیه و نزدیک فیلم قبلی ایشون من سعی می کنم فراموش نکنم هست برای دوستانی که من سعی می کنم فراموش نکنم یا I'm trying to remember رو ندیدن این رو بگم که این فیلم روی یوتیوب هستش و میتونن مجانن ببینن این فیلم رو من سعی می کنم فراموش نکنم در مورد شخصیتی در یک خانواده است که شخصیت بسیار دوست داشتنی و محبوبی بوده ولی به مرور زمان از خانواده پاک میشه و نیستش و حتی حضورش در جاهای مختلف به یک نوعی مورد سوال قرار میگیره مورد تردید قرار میگیره و پاک میشه و نیست روی عکس و روی تصاویر نیست دختر جوانی که در این خانواده هست دختر نوجوان اون موقع و کودکی در اون موقع بوده متوجه عدم حضور این شخصی از شاه میشه و سعی میکنه به دنبال شاه بگرده و متوجه میشه که شاه های بسیاری وجود دارند در دوستان مدرسهش شاه ها رو پیدا میکنه که هر کدوم در خانواده خودشون دارن و در جاهای مختلف و ب... بیشترین ویژگی این آدم ها اینه که آدم های بسیار صادقی بودن آدم های دوست داشتنی بودن دوز نبودن دروغگو نبودن مال مردم خور نبودن ولی به مرور این دختر پی میبره که اتفاقی برای این شاه ها افتاده و همه رفتن شاه هایی که به یک نوعی همه مورد موضوع مورد علاقه شون انقلاب بوده و انقلاب پنجه هفت رو انقلاب خودشون میدونستن پدر من از نظر قالب و فرم نزدیک به من سعی میکنم فراموش نکنم و قرار بخشی باشه از یک مجموعه چند قسمتی و یک مجموعه کامل درست بکنه در مورد دیدگاه ها و نظرات و زندگی پگاه آهنگرانی من خیلی خوشحالم که کار اولمو با پگاه آهنگرانی کار اول شرکت داشتم و خیلی خوشحالم که در این کار بعدی هم در خدمتش هستم و خیلی دوست دارم این کار تموم بشه پدر منم به نوعی رسیدن به همچین شخصیت های شخصیت های مثل شاه غلامه و اتفاقاتی که برای اینها افتاده شخصیت هایی که من باشون نه هم همزاد پنداری می کنم که خیلی بهشون نزدیک هستم و به یک نوعی هر روزه در دوران زندگی با این شخصیت ها زندگی کردم برای همین برای من خیلی جالبه که نسل بعدی من نسل شستی به قول معروف دهه شستی برگرده و نگاه کنه ببینه که بر این نسل قبلی خودش چه گذشته و چه خوبه که این نگاه و یک دختر هنرمند و با خوش و با شناختی مثل پگاه آهنگرانی انجام بده من به یک نوعی خودم و نسل خودم رو در قضاوت چند، یک نسل بعد از خودم یا دو نسل بعد از خودم میبینم و این نسل بعد از خودم نسل شستی داره یک ارائه میکنه از آنچه که نسل های قبلی بودن برای نسل های امروز امیدوارم فیلم مورد پسند و علاقه مخاطبینش قرار بگیره و اون مجموعه کامل شکل بگیره و بیرون بیاد. یاران همراه به پایان یکی دیگه از برنامه های صدای کانون برنامه از کانون فیلمسازان مستقل ایران رسیدیم یادتون باشه که شما میتونین از طریق نشانه پست الکترونیکی پادکست ادساین با ما در ارتباط باشین و قطعا با دونستن نقطه نظرات شما میتونیم هرچه بیشتر به پرباری محتوای برنامه بپردازیم تا درودی دیگر بدرود.